جان جان آزادی فقو لب فقایای Islamischen Republik ist nicht ein leeres Wort. Die religiöse Faschisten im Iran seit 45 Jahren drücken die Menschen unbegrenzt vor die Augen der Menschheit weltweit. Ich will gerne Danke sagen an alle solidarischen Menschen, die letzten Jahre, auch die letzten Monate, solidarisch Iran-Revolution und der Schutz von Schurrschatten darüber geredet. Ich habe ein kleines Redebeitrag auf Persisch, habe ich vorbereitet und rede ich jetzt. دوستان عزیزم با سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما بدون شک تک تک شما میدونید بدون حضور ما بدون حضور تک تک ما در تغییر سرنوشت در ایران همیشه یک پای قضیه لنگ خواهد بود آنچه که امروز در ایران مطرح است از جامعه من از نظر من انقلابی در جامعه ایران به وقوع پیوسته است و در ادامه را تکامل کنید این تکامل مانند فیلمی است که در نهایت به آخر میرسد این انقلاب هم با سکانس های نانوشته در هیچ کتاب نیست به انتهای آزادی خواهد رسید اما بدون اثر ما بدون اثر انگشت تک تک ما همانطور به مساوی تمامی انقلابات داخلی به انحراف خواهد رفت به همین دلیل است که میبایستی چشمامون رو باز کنیم گوشامون رو باز کنیم و زبان اعتراضمون رو آماده نگه داریم نسبت به هر کسی فرق نمی کنه چی وقتی خدا و نمایندگانش در زمین جنایت می کنن خیانت می کنن و سکوت می کنن ما اجازه نداریم سکوت کنیم خدایان واقعی من و شما هستیم زن و مرد خدایان روی زمین از گذشته میتوان آموخت که نباید تکرار شود آزادی نه گرفتنی است و نه دادنی است آزادی ساختنی است باید هر کس آن را بسازد با میل طریقه و آگاهی خود و نگاه به اطراف خود آزادی من آزادی تو است آزادی تو آزادی من آزادی جامعه است آینده از مناسبات درونی جامعه که خود ساخته است فکر می‌گیرد و این بحثی است که دیروز یکی از دوستان عزیز کرد ما شعری رو برام فرستاد و متنی که آماده کرده بودم برای خوندن تغییرش داده بود به واقع تعریف این متن بود عبید شعر بسیار زیبایی سروده است که امروز در اشتوب انگاسه خود او حضور دارد و برای همه با زبان کردی بیان خواهد کرد اگر امروز مردگان قدرت چون سگان آموزش یافته و درنده همه درها را بر روی ما بستند اگر امروز در پایانی یک سال حضور تاریخی در صحنه جنگ انبوه انسان
در خیابان‌های انقلاب به زمین افتادن. اگر امروز آدم نشدگان گرگ صفت تازه باز هم متولد شدند، چه باز که زنان و مردان و نوجوانان همچون ژینا، نوید و کیان، زیبا و آگاه و آینده ساز، جان بر کف مرد را به سخره گرفتن، به سوی رهایی می‌دادن. حتی اگر خدایان آسمانی و زمینی آنان را فراموش کرده باشند، حتی اگر شکنجه و اعدام و ترور زندان انقلابی در انتظارمان باشد، یک سال گذشته نشان داد که دیوارهای سکوت، اعتماد کور، باور کور شکسته است، ریخته است، هر روز می‌ریزد. زنده باد آگاهی، زنده باد انقلاب زن، زندگی آزادی، زنده باد مردم ایران، جاوید باد سرزمین‌های همه جهان.